مقر پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه شاهد حضور پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان بود. پاپ در بازدید از پارلمان اتحادیه اروپا خواستار تدوین برنامه‌ای برای مهاجرت در قاره سبز شد. وی پس از آنکه مورد استقبال مارتین شولتز رئیس این پارلمان قرار گرفت، در سخنانی با اشاره به مرگ مهاجران غیرقانونی در مسیر رساندن خود به اروپا گفت: ما نمیتوانیم اجازه دهیم که دریای مدیترانه به یک گورستان بزرگ بدل شود. پاپ فرانسیس در ادامه افزود: اروپا قادر خواهد بود که با مشکلات مربوط به مهاجرت رودررو شود، تنها در صورتی که بتواند به روشنی هویت فرهنگی خود را حفظ کند. رهبر کاتولیکای جهان سران اتحادیه اروپا را به تصویب قوانین مناسبی که ضمن تأمین حقوق شهروندان اروپا مهاجران را نیز پذیراست ترغیب کرد. وی همچنین اقدام علیه دلایل مهاجرت به جای مشغول شدن به عواقب آن را برای حل این مشکل مؤثر دانست.